فرا گرفتن و یادگیری قوانین بین المللی به شما این امکان رو میده تا یک صادرات موفق و بدون شکست داشته باشید و همچنین نگرانی بابت برگشت پول نداشته باشید. سلام، سجاد غفاریان جم هستم، فعال اقتصادی و صادرکننده کالای ایرانی. این کانال جم اکسپورته. اینجا هستم تا راز و رمز یک صادرات موفق رو به شما آموزش بدم. پس با من همراه باشید. در مورد دو تا از گروه های قانون اینکوترمز، گروه C و گروه D باهاتون صحبت کردم و بهتون آموزش دادم و توی این ویدیو میخوام یکی دیگر از گروه های معاملاتی قانون اینکوترمز سال 2020، گروه F، رو به شما آموزش بدم. اگر تا الان توی کانال سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید، روی علامت زنگوله کلیک کنید تا ویدیو جدید منتشر کردم مطلع بشید. موضوع این ویدیو در مورد قوانین گروه F هستش. گروه F به 3 تا ترم معاملاتی FCA، FAS و FOB تقسیم میشن. توی این گروه معاملاتی و یا توی این ترم های معاملاتی تحویل کالا به خریدار بدون کرایه حمل و بدون بیمه در نقطه مشخص شده انجام میگیره و بیشترین استفاده رو برای حمل های دریایی داره. اولین ترم معاملاتی که توی این گروه میخوام به شما آموزش بدم ترم معاملاتی FCA فری کریر، تحویل کالا به شرکت هم روی وسیله نقلیه، یا میشه گفتش که بارگیری کالا روی وسیله نقلیه به عهده شماست و باید کالا رو روی وسیله نقلیه به شرکت حمله معرفی شده از طرف خریدار تحویل بدید. مسئولیت شما به عنوان صادرکننده تا زمانی هستش که کالا رو روی عرشه کشتی یا روی وسیله هم به شرکت هم تحویل بدید و بعد از اینکه کالا رو تحویل دادید هیچ مسئولیتی دیگری بابت ارسال کالا به کشور مقصد ندارید. توی این روش شرکت هم توسط خریدار معرفی شده و شما باید فقط کالا رو به شرکت هم تحویل بدید. نیازی به پرداخت کرایه، نیازی به پرداخت بیمه ندارید و فقط اینکه نقطه‌ای که قرار کالا تحویل بشه در قرارداد باید دقیقاً قید بشه و شما بدونید به عنوان فروشنده یا به عنوان صادرکننده کالا کجا کالا رو بارگیری و یا تحویل بدید. نکته مهم این قرارداد همینه. زمانی که شما میخواد کالا رو تحویل بدید، منظور از تحویل کالا بارگیری کالا روی وسیله نقلیه هستش. در انتها اگر بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، یکی از راحت‌ترین قوانینی که برای صادرکننده‌ها یا ترم‌های معاملاتی که برای صادرکننده‌ها استفاده میشه، قوانین گروه F هستش. مسئولیت شما به عنوان صادرکننده فقط تحویل کالا تا روی عرشه کشتی یا تا نقطه معلوم شده یا توافق شده بین شما و خریدارتون هستش و مسئولیتی بابت رسیدن، نرسیدن، بابت پرداخت کرایه و بیمه ندارید و به راحتی میتونید کالاتون رو صادر کنید و میشه گفتش که یکی از راحت ترین روش هایی هستش که برای شما به عنوان صادر کننده کالا استفاده میشه. در انتها مثل همیشه اگر این ویدیو رو توی اینستاگرام میبینید لایک رو فراموش نکنید و اگر دارید این ویدیو رو توی یوتیوب میبینید سابسکرایب رو فراموش نکنید. متشکرم.